ما این حرف حساب ظالم ظالم هایی بگردن کلو که این حرف هم ولی ظالم هست. نیکی هم مؤمنان خیلی خالص و ایمان دلشون بخواستیم اون قومت اسلامی برن اینا رو زنده میکنن و محاکمهشون میکنن. محاکمهشون تو سوره نمله من آیهشو میارم میخونم قیافه آیرم ببینه ترجمهشم ببینه حرفاشون که تو سوره نمل زدشون. سوره نمل سوره 27 قرآنه خوبی اینم سوره 27 حالا اون آیه این که مربوطه به اینه آیه بیاد میگن برشون بله صفحه 384 قرآن از بالای قرآن 4 خط بشورید بیاد پایین نوشته و اذا وقع القبر علیهم وقتی قول بر اینها واقع میشه من زیر نویسشو میخونم و چون وعده عذاب بر اونها واقع شود جنبنده اینا از زمین بر ایشان بیرون آوریم که با آنها تکلم کند که چرا مردم به آیات ما یقین نمی آورند. این ها بوده همین کفاره که مثلا چنگیز مغول رو مثلا زنده میکنی خیلی آدم کشته هر شرارت کردن ممکنه صدام حسین هم بیارن خیلی آدم کشته اون قاتل های خیلی این کرد اونی که محاکمشون میکنه شخص علی ابن ابی طالب شون هم خداوند زندهش میکنه میگه اذا وقع القول علیهم به هر کشته یه بار میکشن قصاص میشه به هر یه دونه آدم یه بار قصاص میکنه و فعل قول نه همون قصاصی که بشه ما دابه یه از زمین خارج میکنیم که علی ابن ابی طالب اون محاکمشون میکنه تو قدم بعد آیه بعد میفرماد یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب با آیاتنا روزی که از هر امتی یه عده رو زنده میکنیم. امام شو فرمودن این روز قیامت نیست، قیامت خدا همه رو زنده میکنه. قیامت رو در سوره کهف میفرماد و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا همه رو جمع بکنیم یه دونه جا نمیذاریم. قیامت ببین یه عده ای مال قیامت نیست، فرمودن این مال رجعت در حکومت امام از زاد زلمه رو میارن فوجن من من یکذب با آیات را فهم این زمان همه رو بازداشت میکنم. هرستری در محاکمش رو میکنه دونه دونه محاکمه بشن قصاص بشن حد میخورن چرا میکنم. خلاصه کرده تمام محاکمه هرستری رو تو این آیه حتی ازا جاو اینا همه هستند حرف به اینجا میکشه بین هرستری و اونا ظلم ها همه مطرح بشه دخواست میفرمید اکذبتون با آیاتیم چنگیز و اینو گفتی خدا دروغ پیغمبر دروغ همه دروغ ولن توهی تو به علم ها علم هم ندیش که دروغ هم دروغ دروغ اما ازا کنتون تنبلو خوب باشیم خدا دروغ پیغمبر ها دروغ یا بهش جهنم دروغ تو چرا آدم ها کشتی آدم تو بعد آدم بگیشاری که خدا دروغه بعد را بیوزا من رو الله اکبر بچه‌ها دروغ این کارا چی بود می‌کردی اون مرد شو وازا اون دولت فهمید این کار برای چی کرد خاطر اون باشه جاهای دیگر قرآن هم هست خدا مثلا تو جهنم خطاب میکنه به جهنم یا میفرماد همتون ظالم بوده چی ولا ایمان به خدا نداشتن نماز نخوندن روزه نگرفتن سجده همه ظالم بودن یعنی ظلم کردن که خودشون بشریه بود اما ازا کنتون تعملون این کارا چی بوده میکردید و وقع القول علیهم به ما ظلمو حدها رو میخورن به خاطر ظلمی که کردن فهم لاینت اونی جوابی ندارن ظلم کردن اینا هستن اینا نحشر من کل امت اینا که وقتی قیامت میرن تو جهنم تو سوره مؤمن غافل میگن ربنا احییتنا اثنتین ما که یه بار تو عالم به حساب رجعت دنیا زمان امام زمان زنده مون کردی بیرون دید دوباره زنده کردی محاکمه که شکر دیم فعترف نابزون و بنار جلو اهلی که به همه گیا قناهانم اعتراف کردیم حد دارن که قردیم حالا دوباره اومدیم دوباره مردیم حالا قیامت دوباره ما رو زنده کرده حالا برد جهنم میشه ما دیگه جهنم نریم اون آیه سونه بومن کافه لبنا لیتون اسنتن خدایا دوبار ما رو میروندی و بار زنده کردی به حل اله خروب جد من سبیل میشه نریم به جهنم و دیگه بیان بیرون حالا آیا تو اینجوری میفهم یکی چرا دوبار زنده صفحه 468
اونجا که ده نوشته وسط صفحه ربنا امت نسنفن ما رو دوبار میرونده، یه بار میرونده دوباره تو عالم رجعت زنده میکنه که اون محاکمات هستد یا بوتک و اینا، دوباره میمیرونه قیامت زنده میمونه و احیای تنست نفن دوبار میرونده دوبار زنده کرد. فعترف ناب زنوب و ناما که جلوی علی همه را اعترام کردیم تو دنیا کتکاش هم که قردیم فحل اینا خروج من سبیه میشه دیگه ما از جهنم بیم بیرون که نمیشه. ببینا رجعت رو ده مؤمنین خالص و ایمان رو برمیگردونن ببینن تو قومت الهی رو دلشون میخواست. مثلا ممکن آقای خمینی دلش میخواست یه بار اسلام همه جا حاکم باشه ببینه، ولی میارن کمک هم میکنن، طولانی هم زندگی میکنن، خیلی هم اونم میخوان خالص و ایمان. شما دعا کنید از اون خالص و ایمان ها باشید که برش میگردونن اون سومت الهی رو ببین که زمین همه در اختیار و جزای خلاص. اینا بهش رجعت میگن که همینه که گفتم سنی اینا قبول دادند و گرفتار این آیات هم هستند و اون حرف شیخ دوسی هم هست بهش رو داره بیست. حالا داستان چه خبره؟ داستان اینجا شروع شدش که آدم صحبت الله وقتی رانده شده از بهشت و اومد تو زمین خب بناشو زندگی بکن، های مدت که گریه میکرد که چرا کارو کرده تا خدا بخشیدش. حالا که بخشیدش میخوایم برن سوره تاهای چیز رو ببینید قیافش رو به درد سوال اون برادرم که از هدایت سوال میکرم بخورو بیمونی که که هست. در سوره تاها دوتا میفرماد که این آدم و اصا آدم و رب و صرفه 320 قرآن همجه که نگاه کنید این کنار دست چرده کنید بری کارو نوشته و اصا آدم عصیان کرد آدم پروردگارش را یعنی در اون درخت منهی نزدیک شد فقط باید بهش برونش گردم سم مجتبا و رب و دویست سال گریه کرده یه دونی با بابوان کرد فتا و علیه و بشه خدا قدر آخر آیه نوشته و هدا من با یه هدا کنم یه هدا یعنی علی پیغمبر شد از امام زین آبرین پرسیدن آدم تو بهش پیغمبر بود نه آدم تو بهش نمید پیغمبر الان هدا پیغمبر بناشدش الان هدای پیغمبر هدایت نشکرد خدا که به بچه هاشیان بده خودش عمل کنه یه پیغمبری از حالا شروع شد قانه بطا منها جمعی انردون بل بقیه آیه ببینید این حضرت آدم سیستمی رو که ارائه داد به همه انبیان که برام برای خودم که قانون گذاری حق فقط شخص خداست. این کتاب وحی به پیغمبر فرماد الا له الامر والخبر الا له الخلق و لم پیغمبر خلق فقط من میکنه دستورم فقط من و ابلاغ کن دستور رو خودم عمل کن اول مؤمن باش اول مسلمان یا بده ولی امر من باید مشرکین مکه به شدت مخالفت و چه و دشمنی و اینا رفتم توی کلک دیدن این خیلی دوست داره مردم بیان بگن ما ایمان آوردیم به خدای یک ضابط و که پیغمبری اینو بدونست خیلی دوست داره آمدن بهانه کردن گفتن که ما میخواییم به تو ایمان بیاریم این چهار گدا گشنه دور جمع شدن من رفت معمولا مردمان دست اونجا بیاف جمعه هر پیغمبری موریداش فقرا بودند و معمولی بودند و کم بودند هر نیا دوگو اینا از دوره برد برن ما حارمون بیاد پر بیانا بیان بشینیم ما بیان ببینیم اصلا تو چی میگوییم این داستان سوره الاسراء مطرح شده اینم سوره الاسراء دان رو بگونش از رو بیا شما قرآن بخونید چون پشت شما حرفایی رسید سوره الاسراء صفحه 289 قرآن چند خط از آخر صفحه بیاید بالا و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذونک خدینا خوندن گفتن که بسیار بگن این به طمعی که ما بریم گوش کنیم مسلمون بشیم به اینا بگن بریه بریم ما ممنون بریم مسلمون شبارت میکنن یه دفعه یهودی های نقشه رو کشیدن گفتن جد جمعی بریم بشیم صبح بریم هست و قرآن که هست
به اون که ما قبول داریم ایمان آوردیم میرم. بعد از اون بگم نه از نزدیک دیدیم فکرش کردیم دارم ما رفتیم که مردم جارت کنن و دیم برم پیرون. آیا اومد شرارت و شرارتی میکنم خورتیم که الان ما بریم قبول کنه دیگه تو ذهنشون اینو پیغمبر تا وحی نمی آمد دستور نمی آمد هیچ کاری نمی کن. و این کادون لگفتن اونک زیرش نوشته نزدیک بود در اون چه به تو وحی کرده این طور متزرزر میکنیم یعنی فکر میکنن تو بدون وحی ما تصمیم بگیری حرف میزنیم که مثلا بگو بله قبوله میگم برند یا با چهرت موافقت نشون بده انا الذی اوحینا الیه لتفتری علینا غیره ما که هنوز نگفتیم که اینا بگو برند باشن اینا اون وقت باید دروغ بگوی به ما که خدا گفتن و اذن لب تخذو که خلیل اون وقت بگن بیان دوست بشن با تو دو رو میجون ولی پیغمبر وحی نیامد و هیچی نگفت و هیچی تا با صورتش هم موافقت نکرد خدا بشم نکد شفاق لولا ان ثبتناک و این نگهت داشتیم که وقت تحت تحصیل واقع نشید اگر نگهت نداشته بودیم لحظ کرد تتر کنه ایهم شیء قلیلا نزدیک بود یه خورده میل کنی به حرف اینا مثلا به صورت دیدیم موافقت اذن اگر کمترین حالت موافقت قبل از نزول وحی من از صورت پیدا می شود لعزقنا و ضعف الحیات خیلی تو دنیا من عذابت می کردم و ضعف الماما دم مرگم عجیب عذابت می کردم ثم لا تجد لك علینا نصیرا اصلا کسی که کمکت کنه پیدا نمی کردی خب حالا نه بابا من خود چیز نه تو اونم رفتن تو توی خونستش حالا اینه بعد تو خوندم ببینید اینقدر دین سانسوره پیغمبر اجازه فکر کردم نداره به تو چه فکر کنیم چی کاری فکر کنیم من باید بگم الا لقل خلق و ولا هم من دستون بگم به دو باید چی فکر کنیم اصلا مجلس رفته پل دکتره اون درگو نداره فکر نکنه چی دوام میرسه به تو که مجلس دکتره افلا و رد بگم افلا باید چی کنیم ما منظور تو چیزای دینی اصحاب نظر میکنیم خیلی خطرناک بره پیغمبر عقل کل بود تو روایت داریم از هزار قسمت عقل که خدا خلق کرد 999 داشو آکبند داد به پیغمبر یه دونشو بین تمام ملائکه و تمام جنها و همه انسان ها تقسیم کرد باز ایشون تو اونا بود اون تقسیم 1000 و از همه بیشتر گرفت یعنی اگر 999 داشت پنوش نبود بازم آردر از همه بود پیغمبر با این نقل و علمم در قدیر فرمود تو هم خود به قدیر ما من علم الا وقد احصاه المعروفین اگه علم خدا خلق کرده به من داده اگه من چیزی بلد نباشم هنوز خدا اون علم رو خلق نکرده یه همچین عالم یه همچین عاقلی حق نداره تو دین رو فکر کنه بعد درست دور ببینش بزرگ از هر نظر ایچم بلد نیستیم الان یه چیز دینه مطلب بشه این میگه اون بگه توی ماشین رو داشته میرفیم مسلم بودن دیکیشون اونا بحث دینه میکردم اون گوش میگه همین بلد میگفت میتصدق میکرد همین بلد میگفت میتصدق هم بلد نیستم اگه منو باشه بهت خلاصم 60 سال درس بخونه خامنه 60 سال بلد باشه من نخونده چی بلده همه پی خود این چی توی مهموم آقای بودیم قوم داشتون آهاتایی میکرد و طلب اون وقت داشتن اونم شهرنامه بود چون با هم مباحثه میکردن اون بود شهر میدادی شهر همین غلط میخوند و غلط شهر میداد این تصدیق میکرد همین غلط میخوند و غلط شهر میداد آخر دو بی سوال اول کار اقام بعد فهمیده این شهرنامه رو یک کسی آیت رو برجنی زبزه ده یه نوشته یا بچه اینو ننوشته حالا اون شهر عبادستانه حالا منظور اطلاعات دینه ندارم میگن ایرانی ها تو چند چیز همه چی برای که همه شون فقیه هم تا فقه مذهبش نظر میکنم یکی هم همه معمار هم تا باش بگیم ساختم نگاه ما بلی چون نگاه میکنم سردر نبید چی رو نگاه میکنم خود یه نظری کارشناس تصادفات هم هست بله کارشناس تصادفات بله اصلا یکی همه شون دکتر تا بگه چه بر دقا دقا میدیم ببینید پیغمبر حق فکر کردن خدا بهش نمیده به اون عقل و علم دین رو دیگه من باید بگم تو باید ابلاغ کن خودت هم عمل کن ببین چه خبره همچین بگیر ببندیش
خب اهمیتش و مطالبش بود. خدا رحمت کنه این استادی داشتیم خدا منو قریب بخشه. می فرماد که چند جای قرآن هستش که خدا می فرماد از دین کلو هم رنداخته. دین همش مال خداست. همش. حتی هیچ کس حق نداره مستحبی رو بگه، مکروهی رو بگه، مباحی رو بگه، هیچ وقت خدا بگه. اونا ابلاغ باید بکنن و ما علی رسول ما الا البلاغ، رسول ما ابلاغ. این نامه برده هم بعد پیغام آورده دیگه، نامه برد که تو نامه چیزی از آیده نامه برد به سالم تبیه. فقط تو دین یه نفر حق پیدا کرد حرف بزنه، فقط یه نفر، اون هم پسر عبدالله بود، محمد ابن عبدالله. خدا فرمود لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. هیچ وقت پیغمبر خودش حرف نمی‌زد. من بهش وحی میکردم اونم میگفت. صرف هوای نفس خودش چی نه. توی قدیر هم فرمود بعد از من علی از دین حرف میزنه و مخصوص الهام داره. امام ششم فرمود بین ما ائمه و خدا دائما عمودی از نور هست، دائما دستور از خدا بر ما میاد که این کارو بکنی کارو نکنی بکنی نگو دا، بلکه نه فرمان خدا داریم. توی زیارت جامعه کبیره که امام علی نبی یاد داده و ائمه شما میگوید مظهری امر الله و نهی، ای محل ظهور امر و نهی خدا، اینا اینجوری هست خودشو که حرف نمیزنی. فقط چهارده معصوم حق بره، دیگر هم فقط حرفای اینا رو باید نقل کنن. خودشون چیه الان مراجع همین خودشون کنه چهارده خود رو در سال بخونن، لغت ها رو بلد باشن، چه کم تخصص دیگه با بخونن این رسانه ها رو بنویستن. ببینم همچین مطالبی اینقدر حساسیت روش هست شدیدن که هم که هست درسته مثلا در بیاریم. حالا برگردیم ببینیم راجع به این رجعت الان این آیاتی که تو قرآن داره زیاده ها، آیات زیادی، روایت هم خیلی داره، اینقدر راجع به رجعت مطلب داریم که بقدر رساله از حج بیشتر روایات که قبل چی شده، کی میاد، چی جورو میشه، چی جورو میشه، تمام هستش. رجعت معناش اینه که اشخاصی که مردن برمیگرد، مثلا خود امام زمان در این نقلی داریم 7 سال در این نقلی داریم 7 سال حکومت بعد صحبت شهادت هم تو کاره. آخه فرمودن ما هم نا الا مقبول و نا مسلم، ما 14 معصوم یا با سم کشته میشیم یا با شمش. ایشون صحبت قتل ده میگن زنی میکشنه شده بعدش یه من خدا منبری و خوش بزن گذاش که رو منبرم اشتباه کرد گفتیم بله امام حسن رو زنش کشتن، امام زمان رو زن میکشه، گفت یه نامه اومد از طرف زن رو ببخشید بقیه امام ها که کشتن دو تا امام گیره بوله زن کشتن، خب بقیه هر که کشتن. من داشتم سخنرانی میکردم به خداوند ابراهیم خلیل وحی کرد که سر پسر رو ببریم، من این را شنیدیم شوخی کردم گفتم خدا اگه با آدم وحی کنه که سر زن تو ببر خب باید ببر خود سنی زرنگی کرد گفت پیغام داد که اگر خدا به زنت وحی کنه سرش ورده ببر چی؟ هم خانم آقا کی خدا وحی میزنه؟ حالا برگرد ببینید این داستان ها بده احتیاج به وحی نیست، میشه سرش همه ایشون وحی شد گرفت یا اون وحی دیگه احتیاج بوده اون زمان هم بر میگردن بله بله برگشتن تو کار خیلی است. امام زمان علیه السلام از دنیا میره، حالا بشه آدم اولین دستجاتی که رجعت میکنن به دنیا چون ائمه ده باید تا قیامت حکومت کنن، همین دوازده امام بهش کس قید از اینا نسیش. امام حسین و همه کربلایا زنده جنازه حجت ابن حسن امام سلام قیام حسین قسم میده و تو قبر خودش کربلا دفن. امام حسین تو نقلا نوشته 14,000 سال کمد اینا وقتی برمیگردن دیگه یه روز دو روز نیست رژیم برگرده و امریکا چکن و انگلیس همه درست شده همه طولانی نه. مثلا هر امام چقدر طولانی هست و نقل اون چقدر حکومت و چقدر حکومت تا آخر دسته اینه و خدا خبر داد
بل عاقبت للمتقین عاقبت زمین دست با تواست. اون حکومت خبرهایی میشه فرمودید امام زمان برمیگرده، یه جنگی بنا میشه که بین حزب شیطان و حزب الله در بگیره، شیطان تمام عیادیشو بیاره، همه فارغ و حزب الله اینه این که بگم برای مگرم اونام بیارن با هم جنگ کنن. این جنگ جنگ فیزیکی نیست، این شمشیر بزنه اون شمشیر، نه، به قول ما جنگ تبلیغاتی هست. ابلیس تمام امکاناتشو میاره که من اینجوری جذب خودم میکنم، اونام باید بیارن امکاناتی که ما مردم اینجور جذب کنیم. شیاطین پیروز میشنن در جنگ، به درستید از مکر شیاطین واقعا شکست میکنن. اومد در اینجا باید تمام مؤمنین برمیگردن، اصدری میاد، پیغمبر میاد، امام زمان میاد، همه میاد. ما پیغمبر اصلی رو امیر مؤمنین میکنه که واقعا برای مؤمنی اون روز امیره میگه راستاسی هم. تو این جنگ اول شکست میخورن، آخرش آخه پیغمبر جنگ نمیکرد، بوده پیغمبر توی زمانه برای سلاح نبود جنگ کنه. اینجا دیگه پیغمبر خودش به فیزیک بدن میاد تو جنگ و ابلیس رو میندازه، حالا جنگ هایی به حساب برای سلی میاد سرشو میبره و باز برمیگردن عبادسه به کل افه میرن. ببینه در بین ما اینا پیروز میشن، ولی خب باید پیغمبرم بیاد شم ببین ما چی میفهمیم از این حرفا. خیلی جذب، بحث جذب و جاذبه عجیب بوده، خود پیغمبر خودمون خیلی موارد جذب داره. این بشر فکر کنه ببینه چه شخصی، چه جوری، چه کتابی، چه فن رواش روشی. اون جنگ اینجوری که من بیشتر میتونم جنگ مورد جنگ کنم اول سریا شماها که اول اونا پیروز میشن، کار میکنن توی شیاطین هم مشغول و هم خودتون به خدا بسپرید و اونا مشغول از شریدن هم مشغول. ابلیس قسم خورد، حالا قسم کرد جنم سالم که نه هم نبید، ولی گفته من نمیذارم هیچ کس مؤمن بشه. یعنی گفت لو برداشتن اینجا در سوره اعراف خدا میگه که من همه راه رو برات به سرای آدم میبندم، از جلو پشت راست شب نمیذارم دومان بیارن مشمنه این شروع کرد تو آدم سجده نکرده از آسمان رو بیرونش کردن در یک گرد خاکی توی خداست. من سفلی اعراف رو باز کردم اون آیاتی که اینجا در باره ابلیسه رد یافرش رو ببینید و ببینید چی میشه. بله صفحه 152 اون از بالای صفحه خدا میگه قادم تو خدا به ابلیس گفت مامانه که الله تسجد از امر تو، من بهت گفتم سجده میکن، چرا سجده نکردی به آدم؟ قال انا خیر من پاکت به محضب دو شیطون در خدا رو مزید کنه، ولی خدا میدون نمیفهمی من بگم من بهتر از آدمم. گفته خلق تری من نار و خلق تاو من تین، من از آتش خب کردی نه از آتش خب، من بهتر از اون بی خوشی بشون. اینه بهش قیاس میگن، قیاس که امام شون فرمود اول من قاسه ابلیس، اول کسی که با خیال خودش مقایسه کرد حرف زد ابلیس بودیم. بگه منو از نار خلق کردی، آتش اون از تین آب و خاک. فرمود در این قیاس هم اشتباه کرد. ببین شما بر تو آشپز خونه اون گاز خاموشون آتیشه دیگه، زندگی بگذره، آب و خاک تمام گیاهان نباتات غذاها همه از آب و خاک هم. آتیش اینقدر بزرگ نداره ولی بقید حتی این ظاهر رو نگاه کرده یه چیزی پرون کنم آب و خاک تابین که اولمی رو بشه رو وزیر فرمود حتی در این قیاس هم در اشتباه فرمود برای دین رو باید اینجا قیاس رو بکنی برای خدا. حالا خدا فرمود فهبت من آقه تو ملائکه گودش رو برو بیرون و ما یک اومده که انت فکر برفی ها اقا نداری اینجا باشون فرمانه من نولی فخرش برو بیرون تو از صابری نیم دیگه کچولو هستی یعنی دیگه پس شدی برو از فرشته ها بیرون. گفته انذرنی الی یوم یبعثون، بلش میگه من تا قیامت مهلت به هم بده. خدا فرموده انک من المنذرین، خب پو مهلت. امام زین العابدین تو صحیفه سجادیه داره به خدا گریه التماس میاره، میگه خدایا دشمن من از تو مهلت خواست،
مهلت بهش دادی، اون وارد عالم کارکشته است، بلده. من تازه از را رسیدم، جاهلم، نمیدونم موفق میشه. بگم چه خبر رو تو دعا رو میخوریم. گفته به خدا که فب ما عقبه ایتنی در جسارت رو در به خدا به قول ما فوش میدی. میده تو باعث شدی که من از این درجه ساقط بشم و اغوا شدم. آخه به خدا گفته شه خدایا میدونستی اگه به من بگوی سجده کن من نمیکنم. خدا بگو بله میدونم. چرا گفت؟ با این دلیله. بله تو که نوتری دوزه رو گرفتن دوزه بگن نه آقا میخواست دوله بگه من بپرسه که دوزه قلطه من قبول کنم. من که قبول نمیکردم که من حرفای شنو برم. حالا در این حال گفتش که فبه ما عقبای کنی لعقودن ندهون سراب تکد مستقیم. من بینم سر راه مستقیم تو میشینم با امکاناتی که داره وسیس وقت قلب ها هست دائما حرف بزن. شیطان از راه قلب دائما حرف بزن بزن. شما اگه بخواید دستش فرار کنه برو تو اتاق در ببن من برو زیر لحاف که هیچ کس نباشه. هیچ کس هم تو اتاقی باید. نه نه از زیر لحاف در ببرو زیر توشک اصلا برو زیر فرش یمیدی شیطان قبل از فیلی اینجا تو قلب داره من تو نمیدونم اینجا بیان خاکی به سر من دست من که تو قلب ها میاد میده نمیشه که اگه چه قلب هست یو وست سفی شده و برن ناس و ننجد رن بله گفت میشینم نمیذارم کسی راه تو رو بیاد. از جلو رو میام، از پشتر میام، از راستشون میام، از چپشون میام. به امام ششون گفتن آقا از جلو رو میام یعنی چی؟ آقا نمیبینیم ابلیس که از جلو رو یعنی چی؟ فرمود گاهی گول زدناش مسائل آینده رو براتون مطرح میکنه. خمس ندی یا بابا زندگی داری بچه داری خرج دارن آینده رو مهم میکنه توی تکلیف ها نشان دارن. یه جا رفتی میتونی به دوزی آقا بدار مدر رو بیاد خرج داری آینده رو مطرح میکنه که تو پلو کن. گوه از پشت سر بیان چیه؟ گوه گاهی مسائل گذشته رو مطرح کنه برای گمراهی. دارش داداشت لنگ شده اومده پول قرض میخواد بگو نه دیده اون لفظی میخواد سیرت ندار بلشون کن به این معلوم که نمیشه رم کرد که گفتن که مولانا اسدالدین مارم از اون شده بود یه کوزه گذاشته بود اونجا که کوزه شکسته که هر یه روز یه ریگ بندازه توش که ببین بشماره به چند روز گذشته وسط هم مارم بزن بود و گفتن مولا چند دارم مارم بزنه که الان بگم برات. یه بچه ها دیده بود در این گاهی ریگ میریزه بچه ها من وقت ریگ پیدا میکردم مولا بیگه خانه که ندیده خانه کرد یه 170 گوش خودش سد تا شبل کرد من گوه هر خودش ششون گفتن مولا مارم از رو تو مولا پادش سیزه خب به شما مردم رحم نمیشه من خودم سد تا شبل اصلا سر رفت ولی بگم تو قول این خلفه به شما مردم نمیشه رحم کرد از آید رو بشتر مطرح میکنه گناه از شما بکشه. گفت از ایمان از سمت راست یعنی چه خیلی خطرناکه خیلی با چهره دینی میاد گمراهتون چهره دینی رفتی دانشجو شدی پزشکی مثلا الان بخوام برن جمع کران و نمشب جمعه بریم فلان و الان نماز جمعه و الان چی چی بخوریم و نماز نافله آدم نیستی که گناه کنه اینا رو میکنیم که درسه بیوفتی بی سواد بشی اونی که بروش نابکنه که بعد نیست ولی از این مهم بمیندازه نه گفتن از طرف چپ چی گفت؟ طرف چپ هم گناه دیگه طرف گوش میکنه من برای دست ماجمونه با تو گفت از گفتم دو تا راه رو نگفته از بالا و پایین رو نگفته هم در همیشه راه دعا بازه و همیشه راه سجده ای تو باسه به خدا پناه ببرد ببینیم چه خبر حالا این هم چین دشمنه کمر بسته قسم خورده چه فلان اینا چه خبر تو بهشت آمده آدم صرفه گفت گمراه که زنش نتون یه هر خود من خیلی بس نید فقط راهش اینه که خود این رو خدا بسپریم و نام بهش داریم گناه نید و ایش واجه بیرون بلد ولو بلده اون از هر راهی از هر وسوسه یه هست برد تو که خدا بسپریم برد هیچ راه هم اگر نه ابلیس قبیه هستش کارش به هم بینم نمی کنم
خدا به پیغمبر فرمود تا جنازه ابلیس رو ندیدی که مرده از مکرش در امان نبید. نشد و بوده با خلاص. یه همچی گرفتاری هایی دارم. ما تو اون جنگ رجعت اول پس همه میرن. یه کسی میگفتش که بعد چجوری من رو امتحان میدن؟ ما بهانه درست کردیم و شیطان گول میزنیم. خودمون نکنیم شکلی میشه نه گول میزنیم. از ما استفاده میکنیم. میشه بگون که این بونگایی ها بول میزنن خونه ها رو بخریم که خودت کنه مقای بخریم و ها تعریف میکنه. ابلیس قیامت هم جان میشه. ابلیس حکم جهنم صادر میشه. میریزن مجرم ها یخه ابلیس رو میگیرن. میگن این باعث رو که ما بد بودیم و چی بودیم و چی بودیم. ابلیس اینجا منبر میره. صحبت میکنه. سوره ابراهیم میبرد. دیکرم بده. صفحه 258 وقتی میگن این باعث شد و قال الشیطان و صفحه استفس نوشته 21 لما قضی الامر وقتی فرمان جهنم صادر بشه گفت به جای دستشون گذاشته میگن این باعث شد میگه ان الله وعدتون وعد الحق خدا وعده های حقش رو توسط انبیا به شما رسون و وعد لکم فاخلفتم و هر وعده ای من به شما دادم همش دروغ بود. آجا گوش کردی؟ ما کانری علیکم من صحبت مهم بشین. شیطون تسلط فیزیکی نداره راستاسی. بیاد یخی منو بگیره بکش بره منو دست زنا بالاره نه. فقط وسوسه. خواهد نبیدتون؟ نه. بعد بسته من خدا رفته بود اینجا خونه بگیره. بگم اینجا جای خوب نیست که کجا شعرهایی میفروشد. بابا من نخرد شدون با خونش آدمون مدرسات رو زیبه به زود که من میاد بزنه جیبه کنر بردارم میاد من رو بخرم بله نمیفتم من وسوسه میگردم حالا تلومونی من رو من لامتت نکنید و دوم و انفسه کن خسنوش نکنید اون چی دیم که تو مولی همه پیغمبر و عقل و فهم و تجربه و منابر کرده طرف من گفتی که عقل من آقای اساسی هم نداشون بعد یه حرف میزنه میفرمان که اندی کفر تو میگم ببین بفرما شیطون میگه اندی کفر تو به ما مشکت رو مونی من قبل میگه احمقا من که بیبادم میگفتم این شهری که خداست خود من همون لحظه که میگفتم میدونستم دروغه ما تو نرخواه بودی باور بکن اندت باره بیدون خدا انشاءالا دست همه خدا انشاءالا خود فیلی 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 خدا انشاءالا خود فی